سلام به شما مهمونان فالوره عزیز به کافشات خوش اومدین. یه خبر خیلی توپ براتون دارم، مطمئنم ذوق میکنین. اونم این که تو فروشگاهمون براتون تخم مرغ پز آوردیم. بیخاصیت چیه؟ تخم مرغ آب پز سرشار از پروتئین، فسفر، کلسیوم، اورانی. آها دستگاهشو میگین؟ یعنی چی چون تو قابلمه میتونیم بپزیم دستگاهشو نگیریم؟ خب تو قابلمه میتونی آتیش هم درست کنی، پس بخاری نگیر. توش چای هم میتونی بخوری، پس فنجون نگیر. تشت حموم و گلدون هم نگیر. اصلا همه کارتو با قابلمه انجام بده. چرا مشتری ما رو میپرونی؟ خوبیه این دستگاه اینه که به وسیله الکتریسیته داره تخم مرغ آب پز میکنه. آتش مال انسانه اولیه است. پول برق زیاد میاد. بابا این خصیص بازی ها چیه؟ تو اروپا همه دارن از این دستگاه استفاده میکنن. اونجا گاز کمه، گرونتر از برق در میاد. خب ببین اصلا فرض کن قبض برق هم زیاد بیاد. متاسفانه مردم ما حیفشون میاد پول خرج کنن. واسه همین بهمون میگن جهان سوم. مثلا همین آیدین خودمون چند سال رفته سر خونه زندگیش، یه دونه هستگی سیب نداره. صد بار بهش گفتم آیدین آخر دست خانومت با چاقو می‌برده. بعد میاد میگه نه اوستا من خودم نوکرش هم هستم، دانه سیب تا دانه آخرش دارم. هزی چرت و پرت. آیدین الان داشتم تعریفت میکردم. بله دیدم اتفاقا. دیدی واسه جمال کالسکه نمیخوای؟ از هوشنگ طلب دارم برو بردار. نه دست در نکنه، دیروز براش گرفتم. چند گرفتی؟ پول نگرفتی که همونجوری داد. پول نمیگیره؟ خب چند تا مسمن برمیداشتی؟ با مال بچه داداشمه، بچهش بزرگ رفته، داد فعلا جمال استفاده کنه. کالسکه دهنی میدی به بچت؟ دهنی چیه مگه؟ میخه بخوره یه گوشه افتاد داشت خاک میخورد، حیف بود. کالسکه خاکی دادی به بچت؟ خاک خوردن یک اصطلاحه بابا. چه فرقی میکنه؟ فردا به پوشک دست دوم بهش بده. چه ربطی داره؟ خیلی ربط داره. دست دوم دست دومه. اصلا هرچی شما میگی درست. خانه شدی آیدی؟ بله من خانه رفتم. درسته هرچی میگی درست. خوب رفت صح؟ یه ذره خوبه دیگه. خوبه خوبه. ولی اصلا جاش اینجا نیست. جاش جاش بس خانه. مثل یکی میز ناخوری بعدی بزید تو همون. نه اتفاقا اینجوری تبلیغش تنجالی میشه میترکونه. بیا برو تو. چی؟ بیا برو تو یخچال. برو صدا حرف زدن یخچال در بیار. یخچال که حرف نمیزنه. چرا اتفاقا جذاب شه؟ صدا خانوم نمیتونی در بیاری؟ یخچال که مرد و زن نداره دیگه. یخچال تو صدا چنگیز بده چیکار میکنی؟ سکته میکنم. خب دیگه بیا برو تو یخچال. اصلا ما بروم تو نفس تنگی میگیرم. خرید نمیشه. بیا برو تو. ما نگاه کن ما بروم پشت یخچال قایم برو. هیچکی هم نمیفهمه. قسم میخورم که یخچالش خیلی خوبه، خیلی هم سرد میکنه. نه اتفاقا باید بگیم یخچال گرمابخش خونه است. گرمابخش؟ آره گرمابخش که خراب گازش در رفته بده. جا کفشی مخور اصلا بد انداختن ها. تو به این کار نشوش. بیا بریم تو. نه اصلا نگاه اصلا یخچالش گرمابخش خیلی هم خوبه. ما اصلا قسم میخورم ما روی نون داغ میکنه. ولی اصلا ما بریم تو خفه مرم جمالون بی پدر میده. جمال خوش کجا اینجاست؟ اصلا این چی کاریه؟ برو تو جان ما دستو باشه مرم تو مرم تو. فقط یه بزرگتر نداری؟ نه نداره. پول خرج کردن و رو مد بودن بعضی وقتا باعث افتخار آفرینی هم میشه. مثلا ما در زمینه عمل جراحی بینی رتبه یک دنیا رو به خودمون اختصاص دادیم. کجای دنیا رو دیدیم با دماغ افتخار آفرینی کنن؟ البته بعضی عصر حجری‌ها هستن اینو افتخار نمیدونن. قدیم هم گفتن حالتون خوبه، دماغتون چاقه، که حس مثبتی به دماغ چاقمون داشته باشیم. بابا چاقی مادر همه بیماری هاست. دماغم که فقط با عمل لاغر میشه، نه آب کرفس میخوره نه میره رو تردمیل. قبلا فقط کشتی افتخار ما بود که بعد گوشمون میشکست و زشت میشدیم، ولی الان افتخار اول ایران عمل دماغه. نه تنها زشت نمیشیم بلکه خوشگل هم میشیم. اصلا از قدیم گفتن به عمل کار برایه. توانم یا نمیتوانم در هر دو صورت حق با تو خواهد بود. تو قطعا به آرزوهات میرسی. چیو میرسم؟ من تازه داشتم لیگ برتری میشدم که تو اون حادثه پامو از دست دادم. خواستن توانستن است. من مراجعه کننده داشتم انگشتشو نمیتونست تکون بده، ولی الان روی جفت پای خودش میایسته. خب منم روی جفت پای خودم میتونم بایستم، ولی با پای مصنوعی. ولی من میخواستم فوتبالیست بشم که الان پدرم میگه برو دنبال همون موسیقی که استعدادشو داری. واقعا بهت تبریک میگم. یه دهن بخون ببینم. استاد گفت برو پایتخته. پرسی تهران گفتم پایتخته. خب موسیقی که به نظرم بچسب فوتبال. خب چجوری؟ ببین تو کمتر از یک درختی؟ نه. وقتی یک درخت رو هرس میکنی دوباره جوانه میزنه، دوباره شاخه هاش در میاد، حتی بیشتر از قبل. خب یعنی الان پای منم دوباره در میاد؟ کائنات رو دست کم نگیر. تو باید بری جلوی آینه بیستی، چشم پات رو ببندی، با صدای رسا 1001 مرتبه بگی یا پای خواهم یافت یا سای پایم یا پای خواهم ساخت.
خب بشینم راحت ترم، بالاخره با چشم بسته که خودمو نمیبینم تو. مهم نیست که تو خودت رو نمیبینی، مهم اینه که چشم پای کائنات بازه و جلوی آینه تأثیر تو و تصویر تو رو دو برابر میبینه و تو رو به آرزوهات نزدیک و نزدیک. شما دوره تأثیر کارما در کار ما رو شرکت کن، حتما پات رشد میکنه. خب تو این دوره چی یاد میدیم؟ تو این دوره یاد میدیم که چگونه ناخودآگاهتون رو خودآگاه کنید و خودآگاهتون رو ناخودآگاه، یعنی گاهی آگاه میشید به خودتون و آنگاه که ناآگاه میشید به غیر خودتون، گاهی نگاهی به درون ناخودآگاه خودآگاه شدهتون میندازید. شما ناخودآگاهتون میخواد فوتبال بازی کنه ولی خودآگاهتون میگه که پاتون قطع شد. خب هزینه دورتون چقدره؟ شاید باورتون نشه ولی فقط 22 میلیون. نه ما همچه پولی نمیدم. میدونی مشکل ما جهان سومی اینه که حاضریم برای خرید یک ساعت چند برابر همین پول رو هزینه کنیم ولی برای افکارمون نه. شما با یک کلیه میتونی زندگی کنی ولی با یک فکر پوسیده هرگز. خب یعنی الان تو این دوره شرکت کنم به همه هدف ها میرسم دیگه؟ روی کاغذ بله. یعنی چی؟ یعنی ما تو این دوره بهتون یاد میدیم چجوری بر اساس بروزترین متدهای اروپایی پلن چینی کنید، ولی برای عملیاتی کردنش باید دوره ادوانس یا پیشرفتم رو هم شرکت کنید. خب با افکار پوسیده میتونم زندگی کنم، بدون کلیه که نمیشه. نگران نباش، شما با یک کلیه میتونید کلیه دوره های ما رو شرکت کنید. خب خیلی ممنون. این دوراتون از کی شروع میشه؟ ما یک سمینار تو سپتامبر ماه خواهیم داشت و توضیحاتش اعلام میشه. فقط شما باید قبلش مجموعه 4 جلدی که من نوشتم رو تهیه کنید. چی هست این کتابا؟ اجازه بدین 4 جلد با عنوان هنر انکار فهمیدن، چه کسی ایمیل مرا هک کرد، قورباغه‌ات رو هرت بکش و سپیدتر از کاغذ. این آخریه چیه؟ این سپیده هیچی توش ننوشته. ما با این کتاب کمکتون میکنیم که خودتون نویسنده کتاب موفقیت خودتون باشید. قیمتش چنده؟ این از بقیهش ارزون تره، 320,000 تومان. آها نه خب من خیلی دفتر 40 بکسد برای زمان مدرسه دارم. نه اون دفترها خط کشی شده است و اون خطوط موازی ذهن شما رو محدود به مسیر خاصی میکنه. خب دفتر نقاشی هم دارم. نه اون که اصلا توسط کائنات به عنوان دفتر نقاشی پذیرفته میشه. خب پس همینو میبرم. اینو پس بذار من پکیشو تکمیل کنم. این خودکارم 800,000 تومان خریدم. مرسی، خودکار نمیخوام. نه اصلا اینو با هم خریدش الزامیه. باشه. خب تا کی میتونم خبر بدم که میتونم توی دوراتون شرکت کنم؟ ظرفیت دورهای ما 8 نفر است که تا الان 7 نفر شرکت کردن. به نظرم باید دست بجنبونم. یعنی آگهی فروش کلیه رو بزنم؟ بله، از تکنیک های بازاریابی هم استفاده کن. مثلا بگو به دلیل جشنواره پاییزه اگر دوتا کلیه رو با هم بخرید یه دونه تهال هم بهتون اشانتیون میده. این تکنیک هم شیرینی من به شما. مرسی دکتر، خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خوش اومدید. شکرم آقا ببخشید این موبایل سینا کجاست؟ موبایل سینا FF میخوای بگیری؟ بله با اجازهتون. خوشم میاد از آدمای بروزی مثل شما. یه ذره دوره، وسیله داری؟ ماشین داشتم، فروختم. نکنه فروختی باش FF بگیری؟ آره دیگه، FF 13 که دیگه نمیشه نداشت. عصر ارتباطات خوب کار کردی، موبایلم که واجبه. فقط اینکه میخوای بری تو آسانسور با FF عکس بگیری دیگه، درسته؟ آره آره. خب من میگم به جای اینکه 45 میلیون پول بده به یه دونه FF، بیا پیش خودم دوتا FF بهت میدم. واقعا مگه میشه؟ آره بابا، ما اینجا گوشی داریم تحت FF. های کپی با اصلش مو نمیزنه. میگم آیدین برات تماهن کنه. آها بعد چیا داره این؟ آپشن زیاد داره، به درد آسانسور میخوره، چراغ قوه داره که اگه برق رفت بتونی روشنش کنی، بعد ماربازی هم داره. قبل از اینکه بیان نجاتت بدن حوصلت سر نمیره. آها دیگه چی؟ به عنوان چکش اضطراری هم میشه ازش استفاده کرد. آها برو پیش آیدین. آره برو ازش بگیر. باشه مرسی. باشه. آفرین به این دوستمون که به پیشرفت و تکنولوژی اهمیت میده. بعضیا میان خسیس بازیاشون رو پشت کلمه اسراف و قناعت و این چیزا قایم میکنن، میگن چه اشکالی داره گوشی پارسالمون رو استفاده کنیم. خب این چه سوال مسخره‌ایه؟ مگه شما میونی که پارسال خریدی و استفاده میکنی؟ بیات میشه، کپک میزنه، بعدش هم نون بربری سالهای سالی که تکنولوژیش پیشرفتی نداشته. به به، خونه با یخچال گرما میگیره. چقدر خوب شد که طبق اصول خونه داری یخچال وسط خونه گذاشتم. به به، به این یخچال چطوری؟ خوبم. اسم چیه؟ ما یخچال موسا، یخچال آبشار. اسم شما چیه؟ من کافی منم. چقدر قشنگی. چشمات قشنگ میبینه. کاربرد چیه یخچال قشنگم؟ بگیر از این که حرف نزنم. یخچالم دیگه. یخچال های آبشار، محافظ خوراکی های خوشمزه شما. هر بار ای داره محکم نونگره. آبشار در خانه. موسا بیا ببینی اگه چی میگه. چی؟ چند تا شلاب معدنی آورده، اینو میشه 7 تومن. خب بگو الان براش کارت کارت بگو. 7 میلیون تومن. 7 میلیون تومن مگه قورتی چند حساب کردی؟ قورت؟ قورت دیگه چی؟
همون قلوب جرعه بنزین آزاد بخوری ارزون‌تر درمیه. ما با 7 تومن هیئت قیمه مدام. نه این آب معدنیاش فرق داره، خیلی خاصیت داره، فنلاندی اصله. یعنی چیکار می‌کنه؟ یعنی مثلا تشنگی رو برطرف می‌کنه. نه بابا. آره. می‌گم اون آب معدنی خودم می‌خوام تشنگی درمیه. اما تو شوخی دارم؟ ها؟ راستی این یارو کلاوردار و همه آمدیناش نصفه بودا. نه اون هماهنگه، برو از شیر آشپزخونه پرش کن. فقط چیز برچسبش خیس نشه و گرونه اونا. اینجوری که دیگه فنلاندی نمیره دیگه. نه من املاح معدنی فنلاندی تو گلدون زیاد دارم. با آب قاطی میکنم حل میشه. سلام به شما فرهیختگان و عاشقان هنر نقاشی، مبرب هستم. از امروز در بخش آرت گالری کافی شات سبکای نوینی از نقاشی رو ارائه میدم، سبکی رو که امروز میخوام معرفیش بکنم که خب البته طبیعتاً ابداعی خودم فودیسمه. در این سبک خوراکی هایی رو که قرار بوده بیرحمانه توسط انسان ها بلیده بشه تبدیل به یک اثر هنری خلاقانه و جاودانه میکنیم. خب بریم سراغ معرفی مواد لازم. من این نقاشی رو برای یه خونه دو نفره دارم میکشم و خب شما میتونید بسته به جمعیت خونه خودتون مواد رو تغییر بدید. خب یک پیمانه عصاره گوجه فرنگی، زردچوبه و ادویه کاری به مقدار لازم، کلم بروکلی 100 گرم، یک نیم روی که خب به دلیل زیگه وقت قبلا پختمش، مقداری عسل و 150 گرم گوجه گیلاسی. فلفل رو من توصیه نمی کنم، ولی خب اگه به طعمای تند و تیز علاقه دارید یک مقدار خیلی خیلی کم بهش اضافه بکنید. استامون هنی خب می‌خواستن املت درست کنن به خودمون گفتن. مورب هستم. آخ ببخشید، نکی جفتش کجه، ما اینا رو با هم قاطی می‌کنم. برو عزیزم، برو اجازه بده من به کارم برسم. خب بیام بریم تو آشپزخانه املتتون درست کنه. عزیزم من که نمی‌خوام این مواد با کیفیت رو به توفاله تبدیل کنم، که می‌خوام به تعالی برسونمشون. یعنی می‌خوین چیکار کنه؟ میخوام یه اثر هنری خلق بکنم که تا تاریخ تاریخ ماندگار باشه. خب اینا برکت خدای حیفه، به چی از رنگ استفاده نمیکنه؟ خب رنگ مواد شیمیاییه و به طبیعت آسیب میرسونه، ولی متریالی که من دارم استفاده میکنم خود طبیعته، پویاست، زنده است. جدی؟ بله. چه میدونم بایده؟ خب داشتم توضیح میدادم، برای خلق یه اثر ارگانیک ابتدا با مارمالاد گوجه فرنگی یه خونه میکشم، قلموی بزرگ رو برمیدارم. حالا به کمک این کلم بروکلی ها چند تا درخت سرسبز و زیبا رو میکشیم. کافیه که این کلم ها رو برداریم و به عسل آغشته بکنیم. حالا درخت سوم. این درخت نمادینه، نشون میده که میشه افتاد، میشه زمین خورد ولی سبز موند. کاش گوسفندی هم اینجا بود نشون میدادیم که چریده شدن پایان درخت نیست. آقای آیدین یه لحظه بیا لطفا. خب تا آیدین بیاد ما یه مقدار زردچوبه و ادویه کاری رو به نقاشی اضافه میکنیم تا چشم مخاطب طعم و مزه بهتری رو تجربه بکنه. خورشید رو هم در آسمون آری از ابر بوممون ترسیم میکنیم که به این شکل برمیداریم خورشید رو تا درخت رو بتونن فتوسنتز کنن و خیلی خوب رشد بکنن. خب یک خلال دندون هم بهش بزنم تا خورشید مستحکم تری رو داشته باشه. بله استامون همین. مورب هستم. ببخشید نکه این جفتش کجه. عزیزم ادامه نده، برو یک گوسفند بردار بیار. یک رون و یک سردست و یخچال دارم، کدوم چی بیارم؟ گوسفند زنده لطفا. گوسفند زنده میخوین چیکار؟ من میخوام تو اثر خودم یک گوسفند زنده تعبیه کنم. حالا نمیشه یکی رو بیخیال رو نکم پشمک بیارم بزنین انگار گوسفنده دیگه. آقای آیدین برو یک گوسفند بردار بیار، سعی نکن صدای بعبعه گوسفند رو از اثر هنری من حذفش کنی. خدایا ما رو چوقو کنه شر اینا رو. اصلا چرا یک گوسفند؟ بذار بگم چند تا بیاری که نماد تعامل و روابط اجتماعی. آقای آیدین، آقای آیدین یه لحظه صبر کن. Dup 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 چیزبرگر دو تا سیب زمینی؟ دو تا سیب زمینی هفت تا سس هفت
سس فله نداره؟ سس فله هم داریم چه؟ جان ما بله خب بشین هایی بولی چیه اینا؟ ببخش فله بیار سس فله پاکو پاکو هم دارو؟ مویتو؟ مویتو برگم مخوام سالاد نظرتونه؟ نه کباب برگم مخوام آخه ما متاسفانه غذای سنتی مثل کباب نداریم ای بابا پاستا میتونم براتون بیارم پاستا آلفردو داره؟ آلفردو تمام شده الان فقط آلپاچینو داریم و گتوزو هم یک گتوزو رو بفرم یکی فقط با هیبت و هیکل شما میتونه از پس گتوزو برم میبرین دیگه؟ نه همینجا میکنم چه سوال مسخره معلومه میبرین دیگه چاه که نیست نه غذا خیلی دارم ما یک کف دست قضا آوردی کجای داریم مورو میگیره اینا ببخش بعد اصلا شما افت داره بخوایم ببریم حالا میرسم خدمتتون گارسون برگر گاتوز دو موهیتو لطفا موتوش کدوم برم میدارم میزم باید به کوچیک ساعت کنم خواهش میکنم مجونی هم بله چیه مجونی؟ آقای مجون آقای مجونی عزیز دوست داری به اینجا مجانی غذا بخوری؟ باید ظرف بشورم نه نیاز نیست باشین ظرفشویی داریم رخت بشورم نه خوشی های بقله اونم نیاز نگاه محل تهی کشیدن از نمیل یه لحظه لطفا ازده بدین عذر میخوام هیچ کاری قرار نیست بکنی فقط غذا میخوری آخو جان آخو متوجه نمیشم انجمن خیریه هم نه ظرف که نمیخوای بشورم زمین که نمیخوای تهی بکشم انجمن خیریه هم که نیستن حتما عقل داری میخوای این همه غذا مفت به ما بدی نه شما قراره بشی فود بلاگر ما این دوستانی هستن که غذا تست دارن و تبدیل کنن نگاه متخصصش ندارم ما تخصص نمیخواد بخواد فقط میخواد بلوم منظورم که فقط میخواد غذا بخوری باش همین بابا دیگه چه خبر؟ بابا ای بابا داریم فیلم میگیریم ما. چیکار می‌کنی هستا؟ وای مجنونی می‌شناسی؟ حالا دیگه ما ابتدایی با هم تو یک مدرسه درس می‌خوندیم. مخلصیم. خیلی خوب. برو موزه غذا خوردن شون نشو. فکر تلکی کردن این فلک زده رو نکنی ها. ایشه پیش تو جیبش کله ملاق میزنه. هر چی هم که خورد آخر ما حساب خودم کم کن. نه این چه حرفی هایید این جان وای مجنونی مهمان ما هستن. هر چی بخورن نوشه جونشون. پولدار رفتی پولدار بودم برو مزاحم نشو برو کار دارم یعنی از چای صاف کن کمتری اگه آخر ما بزنی زیر حرفه چی؟ هیچی هیچی چی کار میکنی؟ دارم غذا میخورم دیگه منظورم چرا اینجوری غذا میخوری؟ چی جوری غذا بخورم؟ مرد حساب میکنی دو دقیقه پیش داشتی شطور باباش درسته میخوردی الان یهو شبیه عروس خانواده سلطنتی غذا میخوری؟ میدونی ما تو عروسی هم دوربین رومیه که معذب میشم فیلم میشه بعدا نگاه میکنه پشت سرم حرف میزنم میگن 50000 تومان پول داد اندازه 70 نفر غذا خورده اب نداره اینجا که عروسی نیست هر جور دلت میخواد غذا بخور نوش جونت اصلا مزیت تو اینه که یه جوری غذا میخوری مردم تشویق میشن به غذا خوردن تخم مرغ آب پز یه جوری میخوری مردم هوسشون میکنه خب مردم هوس کنه نه که بد نیست نه چیش بده آدرسو میذاریم تو کپشن بیان هر چی دلشون خواست بخور مجانی نه بابا مگه هیئت پولشو میگیریم اگه پول نداشته بشن چی به ما چی بابا یه ماه اجاره خونه‌شون رو دیرتر بدن در عوض بیان از این نعمت و از این غذای خوشمزه محروم نشن ما به فکر مردمیم پس ما راحت بشیم راحت نه نه واسه واسه من فیلم بگیرم رو خود ببین سلام شوهر خانم حالتون خوبه این سفارش‌های ما چی شد آره جفت اسکیت واسه گربه هم یه مسواک برقی هم واسه خودم نه گاو صندوق نمیخوام یه دونه خر صندوق خونه دارم نه شوخی کردم آره دو تا بخر چهار تا ببر خب خوبه آره دیگه نهایت لباسامو میچینم توش آره منم میخوام گاف صندوق آره دست شما در نکن من پول وسطتون واریز میکنم مرسی برداشت 40 او 40 او 7 میلیون تومان 7 میلیون تومان مگه قلوب پیچن حساب کرده قلوب هفت میلیون تومن مگه هر قرد چند حساب کرده؟ قلوب، جرعه، بنزین آزاد بخوریم ارزون تر در میه من این آقا بردنی رو سرانه بگوز کردم بابا ما با هفته ما با هفته من یک هیئت قیمه مدوم دیدی تو یادت رفت؟ حالا چلا نیادم هفت میلیون تومن هفت میلیون تومن چه عاشقانه دارم؟ نه مخ بشی از اول نیومدی چی؟ سوت فله بیار خب پاک بزن پاک بزنم چی؟ آلفردو تمام شد الان فقط آلپاشینو داریم و گتوزو هم یک لتو
لاتوزو چیه؟ خب مجینی جان دیگه چه خبر؟ ای بابا، ای بابا، مگر نمیبینی داریم فیلم میگیریم؟ مگر نمیبینی خدا دادان؟ برو به کار خودت. کار میکنی اصلا؟ توی مجینی میشنسی؟ آه دیگه بابا ما استاد گفت برو پایتخته، پرسید تهران، گفتم پایتخته. خوبه، خیلی خوبه. خب تو این دوره چی تو این دوره یاد میگیم که چگوری؟ مشکل ما جهان سومی ها همینه که برای خرید یک ساعت حاضریم چند برابر همین پول رو بپردازیم، ولی برای افکار اون نه. شما با یک فکر پوسیده میتونی زندگی کنی ولی بدون کلی. شبیه رو نه، خیالتون راحت، ما با یک کلیه میتونیم دوره کلیه های شما رو دوره کلیه های ما رو یک نیمگو. خب به دلیل زیر وقت خب نه، حیف، برکت خدای، خب ایت یادون رفت نمیشد از رنگ سر آرت گالری کافی شاد سبکای نوینی از ند بستری 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 خواهش میکنم اجازه بدید من به کارم برسم. نه خب استاد، نه نگاه کنیم، امان از کسی که مشقاش خوب ننویسه یادش بره دیالوگش یک دفعه قاطی میکنه این بسر. واقعا اینجوری میشه که زب بی تربیه شه بی خب نه، برکت خدای حیف بر چی از رنگ استفاده نمونه هم که مواد شیمیایی هم حرفش چرا؟ چرا میپنی تو حرف من؟ نکن این زشته کثیفه یخچال مگه مجازن داره دیگه؟ آره دیگه، یخچال صدا چنگیز بده چیکار میکنی؟ فکر کنم